خانه تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟ خیلی سال قبل تر از اونی که بچه های آدم بزرگا با دیدن انیمیشن های خفن از نظر تکنولوژی یا نشستن جلوی کنسول های بازی و تصویرهای 4K سرگرم بشن، بچه های دهه 60 با نگاه کردن به جعبه‌ای که اون موقع واقعا جادویی به نظر می رسید وقتاشون رو می گذرونن. جعبه‌ای که تو دوران نبودن گوشی های هوشمند حتی کامپیوترهای جور و جور حکم تنها وسیله الکترونیکی واسه تفریح ماها رو داشتن و وقتی نه میدونستیم شخصیت پردازی چی و نه داستانه بزرگ رو میشناختیم هممون رو تو قصه گویای خاصشون فرو میبرد. این وسط از دوبله های شیرین و جذابی که یه نقش پررنگ تو همراه شدن ما با کاراکترهای قصه های کارتون رو داشتن هم نمیشه گذشت. دوبله هایی که حداقل حالا میدونیم خیلی هاشون فقط ترجمه خشک و خالی چند تا دیالوگ نبودن و به کمک چیزی به اسم خلاقیت به وجود اومدن. هرچی که باشه ما با دیدن اون کارتون ها لذت خیلی زیادی بردیم. شاید تو روزهای مختلف مدام ساعت رو برای از راه رسیدن قسمت جدیدشون نگاه کردیم و هیچ وقت نمیتونیم فراموششون کنیم. یکی از چیزهای خیلی مهمی که باعث میشد این کارتون‌ها خیلی مواقع تبدیل به چیزی فراتر از یه سرگرمی ساده بشن چیزی نبود جز خلاقیتی که تک به تکشون داشتن. این وسط همراه شدن ماها با شخصیت‌های به یاد موندنی و دوست داشتنی هم تو این ماجرا شدیداً تاثیرگذار بود. از همراهی با سوباسا تو فوتبالیستا و دیدن راه طولانیش واسه تبدیل شدن به بزرگترین بازیکن دنیا گرفته تا نشستن کنار آنه دختر یتیم مهربونی که تغییر دهنده دنیای خانم ماریلا و آقای ماتیو، یه دختر خیال پرداز که آدمای دور و برش اولین کارش رو زیر سوال می‌بردن اما بعد از یه مدت متوجه زیبایی افکارش شد. آنه میتونست با نگاه کردن به همون جهانی که خیلی ازش متنفر بودن قشنگی ها و چیزهای بی نظیرش رو ببین، چیزهایی که شاید نگاه تعداد زیادی از ماها رو هم نسبت به دنیای اطرافمون تغییر داد و عوض کرد. تو کارتونهای شخصیت محور محبوبمون وقتا حنا دختری در مزرعه، دختری به نام نل و با خانمان هم جایگاه خاصی تو دل خیلی ها داشتن. سندباد با علی بابا، شیلا و بابا علایدین ما رو به سفرهای مختلف و جذابی برد و پسر شجاع هم با اینکه هیچ وقت اسم پدرش معلوم نشد همیشه سرگرم کننده و در اوج سادگی آموزنده بود. ایکیوسان به همون نشون میداد که برای فهمیدن همه چیزا فقط لازمه دوتا انگشتمون رو سرمون بذاریم و توی دنیای جودی آبوت تلخی زندگی یه دختر بچه فقیر و شیرینی موفق شدنش به کمک بابا لنگدراز تقدیممون شد. البته این وسط از میکی ماوس و دوستاش هم نمیشه گذشت، کارتونی که شکل دهنده تخیل خیلی همون و شاید نمادی از تولد واقعی انیمیشن بود. هرچند که نباید فراموش کنیم تعداد واقعا زیادی از کارتونهای محبوب تو اون دوران در حقیقت انیمه های فوق‌العاده زیبای ژاپنی بودن نه ساختهای والت دیزنی. البته اون زمان ها ما کارتونهای ساده تر و شدیداً بامزهی مثل جیمبو، پلنگ صورتی، هاچ زنبور اصل، پروفسور بالتازار، باکس بانی، ملوان زبل، اسکوبیدو، باب اسفنجی و حتی گربه سگ رو هم داشتیم. کارتونایی که تو اوج سادگیشون میشد از داستانه یه ملوان که با خوردن اسفناج ابرقهرمان میشد گرفته تا ماجراهای روزانه یه اسفنج زرد رنگ جذاب با خفن‌ترین رفیق دنیا یعنی پاتریک رو دید. این وسط یه دسته خاص از انیمیشنان بودن که فقط قرار بود توشون جنگیدن چند تا موجود رو با هم ببینیم. جنگیدنایی مثل نبرد همیشگی تام و جری، جنگیدنایی مثل دعوای دیوونه‌وار مورچه و مورچه‌خوار و یکم بدتر مشکلات اوگی با فرز و شیطون بودن دوست داشت. تازه ماجرای این داستانای دو طرفه فقط به جنگ و دعوا هم خلاصه نمیشه، چون مثلا ما جزیره ناشناخته یا بلک و لولک هم نگاه میکردیم. قصه‌ای دو تا پسر که تماشای ماجراهاشون مثل دیدن تلاشای دو نابغه بزرگ دنیای تلویزیون یعنی پت و مت سرگرم کننده و دوست داشتنی بود. ولی وسط این همه کارتون خفن و محبوب و باحال و قدیمی سریالای انیمیشنی هم بودن که به خاطر داستانای بزرگ و پر از کاراکتری که داشتن بعد نگاه کردن به یه قسمت از اونا دنبال نکردنشون تقریبا غیر ممکن میشد. داستانی که بعضیاشون مثل زنان کوچک، مهاجران و بچه های مدرسه والت در حقیقت درامهای فوق‌العاده و عمیقی بودن، درامایی که تو همون سن کم ماها رو با شخصیت‌های مختلف و قابل باورشون همراه می‌کردن و اجازه شنیدن قصه‌هایی رو بهمون می‌دادن که شاید تجربه کردنشون هیچ وقت برامون ممکن نمی‌شد.
از اون طرف سریال های مثل بچه های کوههای آلپ هم داشتیم که با یه طرح داستانی ثابت و بزرگ و با استفاده از قصه های کوتاه مختلف توی داستان کودکانه مهربونی و امید رو به همون درس دادن. اینا رو بزنین کنار ماجرای هیجان انگیز شوالیه های عدالت لاک پشت های نینجا و دیجیمون ها که هر کدوم با دنیای مختلف و جذابشون قصه هایی رو تحویلمون میدادن که تو هیچ جای دیگه ای از دنیا نمیشد چیزی دقیقا مثلشون رو پیدا کرد. برای تموم کردن این پرونده بذارین این نوستالژی بازی های شیرین رو با صحبت درباره یه کارتون خیلی خاص تموم کنیم، سفرهای میتیکومان، یا بهتره بگیم قصه های داداش کایکو، تسوکه، سگارا و شاید تو رأس همه اونا زومبه. بدون شک باید به عنوان یکی از خفن‌ترین قصه های سامورایی تمام ادوار شناخته بشه. راستشو بگیم خودتون چند بار بعد دیدن اپیزودهای این سریال یه چیز فلزی یا پلاستیکی تو ابعاد یه علامت برداشتین و بعد رفتن جلوی یکی از دوستای یکی از اعضای خانوادتون بلند گفتین این علامت مخصوص حاکم بزرگه، احترام بذارید.